توی اخبار چند ماه اخیر در مورد افغانستان چیزی جز پیشروی طالبان، انفجار انتحاری و ترس و وحشت در مورد آینده این کشور پیدا نمیشه. اما شاید تعجب کنید که بگیم در لابلای این خبرهای تلخ شانسهایی هم برای افغانستان وجود داره. پارسال بود که دیجیاتو خبری را در مورد تولید یک ماشین اسپورت کارگاهی و دستساز توسط چند جوان در شهر کابل منتشر کرد. خبری که از شکل‌گیری گروه صنعتی انتاب در افغانستان حکایت می‌کرد. این گروه تای اولین تلاش خود موفق شده بودند که یک ماشین اسپورت دستساز رو با شبیه‌سازی کامپیوتری و تحلیل نرم‌افزاری بر مبنای قطعات فنی مشترک با تویوتا کورولا توسعه بدن. اما هدف اصلی این پروژه تولید ماشین‌های اسپورت تولید انبوه نبود. مدیران انتاب که اتفاقاً فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی نجف آباد اصفهان هستند، می‌خواستند تا به جای تولید انبوه امکان اشتراک‌گذاری این ماشین رو فراهم کنند و یک مدل ماشین اسپورت رو با قابلیت‌های دسترسی عمومی توسعه بدن تا تعداد بیشتری از مشتری‌ها امکان رانندگی با این ماشین خاص رو داشته باشند. درست برعکس ماجرای تولید لامبورگینی ایرانی توی تبریز که صرفاً یک پروژه نمایشی بود. سوال اینه که چجوری برای این ترقه یه ماشین واقعی بسازیم؟ بزن بریم. محمد رضا احمدی مدیر عامل این استارتاپ توی مصاحبه با دیجیاتو تاکید کرد که رویای شخصیش تولید ماشین‌های برقی تو خاک افغانستان بوده، ولی حیف که شبکه برق افغانستان عملاً ظرفیت لازم برای تامین برق ماشین‌های الکتریکی رو نداره. اما به تازگی این ماجرا کمی تغییر کرده و بعد از تحولات سیاسی چند هفته اخیر یه خبر مهم توجه اهالی صنعت خودروسازی رو به افغانستان جلب کرد. اطلاعاتی منتشر شده که از وجود یه معدن لیتیوم خیلی عظیم توی کوههای افغانستان خبر میده. منابع لیتیوم توی دنیا بسیار محدوده و وجود همچین معدنی دست کمی از پیدا شدن گنج نداره. در واقع بعضی از کارشناس‌ها الان شرایط افغانستان رو از نظر ذخیره انرژی با عربستان نفتخیز مقایسه می‌کنن. وجود این معدن میتونه نقش افغانستان رو توی بازار آینده خودروهای برقی خیلی پررنگ کنه. به خصوص که ظاهراً از شرکت‌های مهندسی کره جنوبی دعوت شده تا توی بهره برداری از معادن افغانستان کمک کنه. پس تا اینجای کار میشه گفت که تا حدی دانش ساخت خودرو در افغانستان وجود داره و معادن لازم برای استخراج عناصر صنعتی گران قیمت هم تو این کشور در دسترس هست. سومین عامل میتونه وجود نیروی انسانی ارزون باشه که متاسفانه توی شرایط فعلی افغانستان به وفور پیدا میشه و ترکیب این موارد با پشتیبانی و مهندسی کره‌ای‌ها پتانسیل احداث خط تولید انبوه ماشین‌های برقی در خاک افغانستان رو ایجاد کرده. البته پیشبینی کردن سرنوشت استارتاپ انتاب واقعا کار آسونی نیست، اما مدیران این شرکت تصمیم گرفتن که تا آخرین لحظه ممکن به تلاش برای توسعه صنعتی کشورشون ادامه بدن و طی یک سال اخیر هم تجهیزات پیشرفته‌ای مثل پرینتر سه‌بعدی و دستگاه‌های CNC رو به مجموعه‌شون اضافه کردن و حتی معتقدن که منابع مالی لازم برای توسعه این پروژه رو هم در اختیار دارن. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا شانسی برای شکل گرفتن همکاری صنعتی بین کره جنوبی و افغانستان برای تولید خودرو وجود داره یا نه. شاید یک روزی شاهد عرضه ماشین‌های برقی ارزان قیمت تو کشور همسایه‌مون باشیم. شاید هم لیتیوم استخراج شده از معادن افغانستان از باتری‌های LG سر در بیارن که الان توی محصولات برقی BMW استفاده میشه.